در حقیقت با یه خانم انگلیسی، دختر دانشجویی که دوست من بود، بخواستم ازدواج بکنن و گفتن با خارجی شما نمیتونید بکنید و الا این فقط متوجه دانشجوانی بود که کمک ارز دولتی میگرفتن. من مثلا دانشجوی دولتی بودم. بله دیگه. برای ما این مسئله موجود بود که میگفتن با غیر ایرانی شما اجازه ازدواج ندارید. استدلالشون چی بود؟ استدلال شهرتی هرچی بود برای خودشون بود که شما تا زمانی که محصل هستید، اگر چنانچه با یه خارجی همون کشوری که هستید شاید مثلا فرتون ازدواج بکنید، در اون جامعه تحلیل میدید. این شاید منطق خیلی درستی هم داشت. در عمل من به شما عرض بکنم 90 درصد اونایی که ازدواج کردن در خارج موندن و به درد کشور ما نخوردن، من جمله خود بنده. بله؟ آره. دیگه بیشتر از این میتونیم ما بگیم از این زاویه نگاه، از این زاویه شاید نگاه، شاید من نمیتونم بگم در دل اونهایی که این اولا من نمیتونم بگم که این آیین‌نامه گذرانده شده بود، به خاطر اونهایی که ارز نمیگرفتن خصوصی میومدن میتونن ازدواج کنن اون شهروند، یعنی این حقوق تحصیل این چون دولت سرمایه گذاری کرده بود چرا استدلال میکنیم؟ بله بله. چون دولت سرمایه گذاری کرده بود، یعنی آمده بود به یک دانشجوی ایرانی مثلا 6 نفر شما بله 35 پوند داد بله که پزشک اون زمان حقوق میگرفت 20 پوند بله یا فرض کنید 40 پوند بله دو شما فرض دقیقاً دورانترنی بله دقیقاً پس میاد حقوق میده 5 سال بله تا این بره دکتر بشه بره انترن بشه این به درد مملکت بخوره بعدم داره بعد این بعد از 5 سال مثلا نمیاد بله پس بنابراین میشه گفت یک هسته های تفکر خرد گرایانه درش بود، یعنی منطق توش بود. منطق من معتقدم که منطق بود. برای چی؟ برای اینکه در عمل من خودم در طی این سالهای درازی که در خارج بودم شاهد این جریان بودم. ملاحظه میکنید و این منطق رو نمیشه واقعا ازش گذشت. درسته. من بحث پیش کشیدم میتونیم بحث بکنیم. بله. که کسانی که مثلا میخوان مطالعه بکنه از این زاویه هم باید نگاه کرد. دقیقاً. بله. این مسئله مهمی. الان البته روزگار یه روزگار دیگری. بله. اون زمان فرق داشت. الان من فکر میکنم که الان فرقی نیروی مترقی در ایران حکومت کرد. بریم بحث بکنیم. بله. ما میخوایم بورس تحصیلی بدیم. بله. ما بورس تحصیلی به شما وام بدیم. شما تحصیل کنی این وام باید برگردونی. بله. در انگلستان هم اینطور میگه بله وام ما برگردونی. دولت وقتی وام میده بر نمیگردونه اون موقع که عقلشون میرسه باید اینطور میکرد. آره دیگه میگه باید برگردی. اگه نمیخوای برگردی باید پولشو پس بدی. از قضا دولت ایران در مورد خود من، خود شخص من چون مدارج عالیه طبی رو طی کردم در هر مورد اینها گذشت کردن. به این معنا که من دکتر شدم. بله. بعد به من گفتن باز برگردیم که جزو آیین‌نامه ها بود باز برگردیم در کشور خدمت بکنیم. من چون قبولم کردن برای مدارج عالیه برای گرفتن دیپلم جراحی در انجمن همایونی انگلستان بله من نوشتم و گفتم من میخوام ادامه بدم گفتن بسیار خوب و باز هم به کمک هزینه من با اینکه دکترم شده بودم بله؟ بله باز هم ادامه دادن برداختم بله مرسه میکنید این خیلی مهمه شما باز در نظر داشته باشید که در حقیقت با یه نفر که یه مقداری هم تمرد کرده بود با اینکه اون زمانی که من به این قسمت‌های عالیه به اصطلاح تحصیلات خودم پرداختم تازه کنفدراسیون رو بنیاد گذاشته بودم بله؟ بله تمام این جنبش های اعتراضی درش بودم ده ها مقاله این طرف اون طرف نوشته بودم و معلوم بود که یکی از کسانی هستم که منقد دولت ایران و استبداد ایران هستم و کسی که بعد از 28 مرداد رو به کرات ازش انتقاد کرده با همه این احوال دولت ایران حالا آیا چه کسانی در این مورد گفته بودن بسیار خوب ادامه بدید این مثلا شاگرد ممتازی است به اصطلاح خودشون بله کمک بهش بشه که بتونه تحصیلات عالیشو بکنه بله البته این مدت کوتاهی است که من دارم میگم مدت کوتاهی است برای اینکه در حقیقت بیش از 4-5 سال طول نکشید 3-4 سال و دیگه بعدن که اون جریان تیراندازی به شاه پیش آمد و غیره خب پس بنابراین این بحث
حالا شما فدراسیون انگلستان رو تشکیل دادید، در این فاصله میبینیم که در اولین مثلا در 26 تا 29 فروردین 1339 در باشگاه دانشجویان خارجی دانشگاه هایدلبرگ اولین نشست تدارکاتی کنفدراسیون دانشجویان محصلین و دانشجویان ایرانی به بحث گذاشته میشه و تعدادی در آن شرکت میکنند. من خواهش میکنم توضیح فرمایید این فکر چگونه شکل گرفت و چگونه سازماندهی شد که در هایدلبرگ بشینید و نمایندگان چجوری انتخاب شدن از انگلستان شما یا از آلمان جای دیگه، چگونه بوده است؟ این توضیح فرمایید. حالا من خدمت شما عرض بکنم که بلافاصله بعد از تشکیل دادن فدراسیون انگلیس که بنده هم جزء دبیرانش بودم و انتخاب شدم، من رفتم یه سفری کردم با دوستان خودمون در میان گذاشتم که ما باید با فدراسیون های دیگری که در اروپا هستن، میدونستیم در فرانسه هست خیلی هم قویه، میدونستیم در اتریش هست، در وین، میدونستیم در آلمان هم هست، با اینها تماس بگیریم و این فدراسیون ها دور هم جمع بشن و کنفدراسیون بشه که از کلام خدمتتون گفتن بومید و اینجزا، ولی قبول کردن که ما این کار باز بکنیم و متحد بشیم با هم و نامنویسی شروع شد. من همون زمان اولین فرصتی که پیدا کردم رفتم به پراگ، دوست قدیمی بابک امیر خسروی رو و منوچهر بهزادی که بعداً آخوندا اعدام شدن در ایران، بچه جوان واقعا فرهیخته ای بود. من بابک امیر خسروی رو رفتم چکسلواکی به ملاقاتش. الان چه سالی؟ 1038؟ نه این 1000 رو قبل هایدلبرگه؟ 1359 به شما عرض بکنم چه جوری؟ 1359 قبل هایدلبرگه. 1359 من رفتم بابک رو دیدم، همون سالم چند ماه بعدش در فستیوال وین، فستیوال جهانی دانشجویان که اتحادیه بین المللی اینو راه میداخت و هر سال شاید مثلا این 4 سالی مرتبه این فستیوال انجام میشد و حدود شاید بین 5 تا 10 هزار نفر می آمدن، یعنی خارق العاده بود اینی که در وین. حالا بعدا براتون میگم، ولی پیش از این چند ماه پیش من رفتم پراگ و با بابک تماس گرفتم، بابک امیر خسروی که نماینده او و منوچهر بهزادی نماینده توسو یعنی تهران یونیورسیتی یونیون، اتحادیه دانشجویان تهران که توده ای ها در ایران بنیاد گذاری کرده بودن و بعد از 28 مرداد اینا متواری شدن و فرار کردن و اومدن به خارج، ولی چون احزاب کمونیستی اون زمان در چکسلواکی مارچلیکی یعنی کمونیستی شدید بود و اینها البته اینها رو پذیرفتن به عنوان نمایندگان دانشجویان در ایران، در حالی که اینها متلاشی شده بود در ایران.